ما پیش از که بپردازیم به اون بخشی که مونده بود و یک کم هم ازش گفتیم، به سنگ اندر آتش از اون شد پدید که از اون در جهان روشنی گستری، یه چهار تا سرود هست که در سر آغاز کارمون میخونیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خدا خرد بهتر از هر چیز داد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش در زمان مدان، یا به یک سان روش در زمان مدان. هر آنچ که اندر خورد با خرد، یا از او هر چه اندر خورد با خرد، دگر در ره رمز معنی برد. خب ما در هفته گذشته گفتگوی داشتیم درباره هوشنگ و دنبال کردیم تا یک جاهایی رسیدیم. در بخش پیشین یک سرودهایی هست در بخش پایانیش که این در آغاز داستان طهمورث بودن شماری از نویسندگان. من همونا رو هم براتون میخونم. پس اون هنگامی که اومد، تا هنگامی که هوشنگ اومده بود، همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. هنوز دوران کیومرسی اومده به غار رفتن، ولی هنوز پوشیدنیشون پوست پلنگ است و برگ است. و پرستیدن ایزدی بود، پیش نیا را همین بود آیین و کوش. پیش از اون ایزد پرست بودن و ایزد هم گفتیم که ایزد ایزدانه، جمعش ایزدانه، و یزدان هم همون ایزدانیه که عش افتاده ایزدان، و ستوده شدهان از یزته میاد. اینو جناب بهتران شما نبودید، این ایزد از یزته میاد، اسم مفعولش ایزد یزته است، یزته میاد و یزته جشن، یشن، یزد، اینها همه همریشه هستن و ستودگی دارن، ستوده شده. اینه که ایزدی هم که میگه اون ستوده شده ای که برای نمونه ایزد باد بوده، اون کسی که باد و نگهبانی میکرده و ستوده شده بوده در پیش از آمدن دیدگاه های اشو زرتشت. من اینجا دوست دیگرم بنویسم. خب پس اومد یک سری کارهایی کرد و بدان ایزدی فر و جاه کیان، ز نخجیر بور و گوزن جیان، جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آوریدان چه بود سودمند. پس این اومد یک کار دیگه هم کرد که در جاهایی به جای جاه کیان اومده فر کیان. این آمد و در دوری پس از اون آفتن آنکش و اینها و آبیاری اومد کار دیگه کرد با اون فرجاه ایزدی و ستوده شده و یزدانی که داشت. آمد یک کار دیگه کرد و با دانش و فری ایزده، پرهیزگاری و بررسی های خودش، اومد از میان شکارها و گوزن ژیان و اینها یک سری رو برگزید از میان دد و دام، که پس از این میگه جدا کرد از میان آنها گاو و خر و گوسفند، به ورز آوریدان چه بود سودمند. پس اینا رو برگزید و آورد به ورز آورد. ورزیدن یعنی یه کاری رو بهش پرداختن، خود ورزش کردن یعنی ورزیدن. اینها رو آورد و آنچه که بود سودمند از میان اونها، هر کدوم برای یه کاری سودمنده، اونو به کار برد. برای نمونه گوسفند اومد پشمشو به کار برد و شیرشو، به همین گونه پیگیر. جهاندار هوشنگ باهوش گفت بداریدشان را جدا جفت جفت. اینها رو با هم نگه ندارید، جفت جفت نگاه کنید. چرا میگه؟ چون میدونیم که اینا دد و دامن، داد جانور وحشی گیاهخوار مانند آهو، و دد گوشتخواره، اون یکی گیاهخوار مانند آهو، این گوشتخواره، خب میتونه اونو بخوره، و سپس بزرگ و کوچکم داره. میگه اینها رو جفت جفت نگه دارید و سوا، یعنی این جفت بودن همواره در جابجا میبینیم که هست، که هم افسونی هست هم آزار نرسان دارد. به دیشان بورزید و زیشان خرید، این خرید خریده یعنی خوردن، که امروز هم میگم لورا میگن هردن، خوردن میگن هردن. من شوم هردی، شوم هردن، ارا چی شوم نهردی، برای چی شوم نهردی، نخوردی. پس این جا به جایی داره، اینو خوردن نخورید. به دیشان بورزید و زیشان خرید، همی با چرا خیشتن پرورید، و با خودتونم با چریدن و چراندن و اینها همه بپرورید، تنتون رو پرورش بدهید. و این دوباره میره سر
یه سخنی که کاری که اون کرده، ز پویندگان هرچه مویش نکوست بکشت و وزیشان براهیخت پوسته. آقای استاد محجوب، زندیات محجوب، میگه بکشت و به سرشان براهیخت پوست، یعنی اینا رو کشت و پوستشون رو در آورد، از سر همه رو کشید، از سرش جای پایانی بود که در آورد. من راستش دلم میسوزه که این شعر رو میخونم، متخوی چیزیه که روی داره در روند تاریخ، چون آدم دوست نداره یه جونور بکشه دیگه. خب اینهایی که این کار کرد کدوم ها بودن؟ چو سنجاب و قاقم، چو روباه نرم، چهارم سمور از کشمویگرم، که اینا همه میشناسیمش. اون سیدی که جمهوری اسلامی درآورده میگه چو روباه و قاقم، چو سنجاب نرم، اندک توفیقی داره که اونم از رو بیشتر چاپ مسکو من دیدم برداشت کرده. بدین گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. در دوره کیومرثی هم دیدیم که اینا پوست پلنگی پوشیدن، اونتا یادمون باشید که پلنگ هم درنده است، هم اینکه نمیتوانستن زیاد بهش نزدیک بشن. اینجا که میان سمور و اینا میرسن، این سمور و اینا نزدیکی بهشون دشوار نیست، اونجوری درندی نیستن. سپس ببخشید و گسترد و خرد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبود. پس بخشش کرد گستران، آن خانی که همش باید بگسترانیم با هم دیگه بخوریم، گستردادن، خودش هم خورد و سپرد و رفت. و اینجا ببینید نکته که همواره در آموزش های شاهنامه فرهنگ ایران، برفت و جز از نام نیکی نبود. اون سپورت نبرد هیچی به جز نام نیکی، که همواره به ما گوشزد میکنه. در شاهنامه سرراست نمیگه، مستقیم نمیگه که آقا کار نیک بکن، میگه اون جز کار نیک نکرد و رفت، یعنی به ما میگه کار نیک بکنی. 40 سال با شادکامی و ناز، به داد و دهش بود آن سرفراز. پس این 40 سال داد و دهش رو پادشاهی کرد. بسی رنج بردن در روزگار، به افسون و اندیشه بیشمار. چون پیش آمدش روزگار بهی، از اون مردری یا مردری ماند تخت مهی. اون انگامی که رفت، روزگار سختی پشت سر گذاشت، چون کسی که باری رو دوششه، یک مدیریه از تو ماشینم ناچار بیاد پاسخ مردم رو بده، که اگه دیر رسید تو ترافیک گیر کرده بود، نگن مدیریه که دیر اومده، آقای افشین خان از همون تو ماشینم میاد، بارش زیاده. و این بسی رنج بود، بسی بسیاری. اون سرودی هست که یه نوشتاری هم دارم، اگه بگردی تو اینترنت پیدا میشه، که به گمان میکنن که هنر نزد ایرانیان است و بس، یا هنر نیز ایرانیان است و بس، ندارن گرژ جیان را بخس، گمان کردن تنها، ایش معنی تنها نمیده، در اونجا من بسیار نمونه. بسی رنج بود، این تنها رنج بود نیست، بسیار رنج بود. در یه جایی بسنده، به اندازه بسنده و کافی رنج بود. بسی رنج بردن در این اندران روزگار، به افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از اون مردری مان یا مردری مان تخت می. پس روزگار بهی هم باز نگاه کنیم، چو پیش آمدش روزگار بهی، چرا پیش آمد؟ چون مرگ در فرهنگ ایرانی رساییه. خب اونا رو سر کرد و روزگار بهی بهتر شدنش پیش اومد. ترسی نیست از اون مردری مار. ببینید این مردری، جناب مهندس مهران شما نبودید، مردری همون ما امروز هم به گونه میگیم ریگ ته جویه، این میمونه ته جوی، میمونه آب میره این ریگ مونه. مردری اون چیزی که از مرده بر جای میمونه، ما امروز بهش بگیم نمیدونم چرا ارثیه، نمیدونم چرا ما از مردری به کار نمیبریم و میترسیم. نباید بترسیم، مردن چیز بدی نیست، باور کنید. و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت، سهراب زنده یاد. این استش که این هم از اون باز دنباله میگیریم. زمانه ندادش زمانی درنگ، شدن شاهوشنگ با رای و هنگ. اونجا با فر و سنگ هم آوردن. من اینا رو دیگه، این دنیا رو دیگه زیاد نمیارم که شما مونده نشید. پس رفت و اون کسی که رای داشت و هنگ داشت، هنگ هم گروهی داشت، هم در گروه خودش یک مجموعی از سوشا هنگ بود. اینک این سرودی که میخونم از خود فردوسیه که پند میده، نه پیوست خواهد جهان با تو مهر. اگر خواستیم اینها رو برگردونیم به زبان ایرانی، فعل و کنش رو بیاریم پایان، جهان با تو
پیوست نخواهد، با تو نخواهد پیوست، جهان با تو نخواهد پیوست. دیگه سرود خوب میخونیم، همونم که گفتم هنر نیز ایرانیان است و بس، اگه درست بخونیمش میخونیمش و بس هنر نزد ایرانیان است، پس میشه و بس و بسیار هنر نزد ایران. خود سرود درست خوندن بسیار در شناسوندنش نقش داره. نه پیوست خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکارا نماید چهر. این روزگار به تو روشنم نمیگه چهرش چگونه است، با تو سازگاره یا سازگار نیست. یه باره میدونی که همه چی دگرگون شد. خب اینک این جایی رو که من میگم، اینها رو شماری به بخش تحمورس بردن، مانند سویدی، مانند جنیدی، مانند خالدی مطلق، مانند جورمول. اینها در امیرکبیر من دارم میخونم، با این روی اینها رو یادآور میشم. من راستی دو تا چیزم بگم. بانو محشید زاد روزشه که نیومده، شنبه یه شنبه هست مدید که نمیتونه بیاد. بانو ایران دختم نوه‌دار شده، اینه که نیومده، زنگ زدن و خجسته بادم بهش گفتن من از سوی همین شما. خب اینک میپردازه به تحمورس. تحمورس و جنیدی تحمورت برگذشته. پسر بود ته، یادتون باشه تهم، این تهم یعنی کسی که اندام درشت داره. ما در تهمینه داریم، در تهمتنم داریم. خود رستم هم رستهمه، از رستهم میاد، از رستم، کسی که رشد کرده درشت شده. رستم که همون کوتاه شدهش رستمه، که اشتباهی هم کردن در داستان رستم که میرسیم زادن رستم، اینو میگم که چرا اشتباه کردن و اینو جابجا کردن در امروز میبینم بررسیاش. بیامد خب پسر بود مرو راوی که هوشمند، گرانمایه تحمورس دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. این ببست رو در امیرکبیر بهبست آورده، باید سر هم باشه چون فعله به فعل نشسته ببست. خب پس این اومد به شاهی کمر برمیان بر ببست، پس کمر رو برمیان میبندن. سپس این کمر بستن یعنی چی؟ در دنبالش پی میبریم. در گذشته ایران پیش از زرتشت هم ایرانیان به سن 14-15 سالگی که میرسیدن دختر و پسر هم نداشتن. اینها میومدن صدره، چیزی که امروز بهش میگن زرتشت یا صدره، با ما میگیم صدره، اونو ترشون میکردن و یک کشتی، همون کشتی گرفتن که میگیم بند تنبانه، کسی هم بدش نیاد، بند تنبان چیز بدی نیست. بند یکی از 72 تار درست شده، 3 تا 24 به هم میبندن و یه بار بهتون نشون میدم و اینو کمر میبندن و هر روزم میبندن و خودشون رو ببینید آنچه که درش هست. میگن ما ستر نو میکنیم و کمر بند که کشتی نو میکنیم برای نو کردن جهان، همه نگاه جهانی بسته نیست این فرهنگ. به شاهی کمر برمیان بر ببست، با این کمر بست، این خودش پیمان بستن، این بستن اینا بسیار، این کمر بستن ها جای اون داره. همه موبتان راز لشکر بخوان، به چرمی چه مایه سخن ها بران، به خوبی چه مایه سخنران هم آمدن گفتن که این کاری ها توش. هم موبتان که اینجا برخوندن، پدر پسرش فرزندش میاد از اینها دور میکنه از مردم، در اون هنگام این زورش نمیرسه شاید. چون این گفت کمروز این تخت و گاه، مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه. چون این کمروز این تخت و گاه و تاج و گرز و کلاه مرا زیبد. اینها خوندنش اینجوری میشه، اما در سرود و شعر جا به جا میکنیم. تاج و گرز و کلاه مرا زیبد، و میشه مرا زیبد رو میبرم اونجا. نمونهش هم من براتون میارم. چون این گفت رستم به اسفندیار، اگه بخوایم همینجوری بخونیمش میگه رستم به اسفندیار چون این گفت. رستم فاعله، به پیونده، اسفندیار مفعوله، چون این قیده، گفت فعله. این چون این گفت رو میارن بالا، چون این گفت رستم به اسفندیار آهنگ پیدا میکنه. بسیاری از کارهای سرودی که شما میگه اگر که بخواید معنیش کنید و معناش رو بدونید، اینه که اون حالت آهنگینش رو بشکنید. اینم همونه. این نکته هایی که اینجا این چارت سه تا سرود رو نگاه کنید، ببینید چه سرآغازیه. شما نگاه کنید که این اومد و گفت جهان از بدی ها بشویم به رای، جاهای اومده به داد، پس آنگه کنم درگهی گرد پای.
در زمان هوشمند آغاز میشه، تهمورس پی میگیره، جمشید میاد، اینها درست مانند نمایندگان پارلمان های ایران و اروپا، درست مانند اونا یا کسانی که میخوان رئیس جمهور بشوند، بانو ایران دختم اومدن و بسیار خوش آمدید و خجسته باشه. من پیش از این گفتم که شما نوه‌دار شدید با این سن و سال. سپاس. نه استاد هنوز نیومده نازگل من. خب. نه در انتظاریم. آه در چشم دارید باشه ببخشید. خب. من اینجوری برداشت کرده بودم به دوستانم گفتم. نه شوربختانه هنوز نیومده ولی خب خوشبختانه تو راست. همه موبدان رو زلشکر بخون جناب. من در پایان اینو میگم. اینو در پایان یادمون باشه بگم. همه موبدان رو زلشکر بخون به چربی یا به خوبی چه مایه سخنها برانده. چون این گفت که امروز این تخت و گاه مرا زیبد و تاج، یعنی حالا من اینو اینجا بگم بهتون، موبدان رو از لشکر سوا کرد. چون موبدان یادتون باشه در همین موبد هنوز زرتشت نیومده ها، موبد زرتشتی نیست ها، اشتباه نشه با موبد امروزی یا پس از زرتشت آمد. اونهایی که دین آموزگاران دینی اون زمان بوده صداشو کرد، از لشکر سواشو کرد. چون با لشکر نیاد، چون سخنی که بخواد به اینا بگه اینه. چه بگه؟ چون این گفت که امروز این تخت و گاه مال منه، من پادشاهم و من زیبندی این کارم، جهان را از بدی ها میشویم، پسانگه کنم درگهی گرد پای. اینو در داستان پس از آن هم خواهید بود. اینها چون این گفت که امروز این تخت و گاه مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه، جهان از بدی ها بشویم برای، پسانگه کنم درگهی گرد رای. این برای و در یه جاهای سرهم نوشتن شده برای، اشتباه نکنید سواش کنید. این اشتباه راستش هم تو در گذشته نوشتن می نویسن پی می گیرن، این اشتباس برای نباید اونجا. یا من دیدم در همین شاهنامه نویسندگانی به رنج و چسبوندن و هم شده برنج، خواننده میگفت این آقا این برنج اینجا چیکار میکنه. اینا بسیار نکته های پیش پا افتادی بسیار چیز هست. خب اینک ما میایم داستان هم تحولش رو دنبال میکنیم. خالقی، مسکو، جولمور، سیدی از اینجا آغاز کردن که من بخشش رو خوندم اون بالا، اونا باز دوباره اینجا آغاز کردن. من باز تون میخونم و میرم. پسر بود مرو را یکی هوشمند. اینو چرا بخشی؟ اینو که من دارم میخونم دیگه بازخوانی نیاز نداره که زمانمونم کوتاه‌تر بشه چون بالاتر خوندم. پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیوبند. این هم دیوبنده چون در پی این میبینه چرا بهش میگفتن دیوبند. بیامد به تخت بدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. همه موبدان را ز لشکر بخوان، به چربی یا به خوبی چه مایه سخنها بران. جنیدی، مسکو و اون سیدی گفتن به خوبی. این رو آقای خالقی نیاورده، اصلا این سرود رو نیاورده. فنی گفت که امروز تخت و این کمروز این تخت و گاه اومده، گاه اومده، تاج و گنج و کلاه هم آمده در جای. چنین گفت کمروز کمروز این تخت و گاه، من اینوشو انداختم، تخت و گاه مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه، جهان از بدی ها بشویم برای، پسانگه کنم در گهی گرد پا. یا جهان را جهان از بدی ها بشویم برای، پسانگه کنم درگهی گرد، یا پسانگه کنم درگهی گرد. پس اومده داره داستان به مردم میگه زهر جای کوتاه کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیف. خدیف خدا شاه، هر آن چیز کن در جهان سود من، کنم آشکارا گشایم زبان. پس این اومد این پیمان بندیه که گفتم دقیقاً امروز ما رئیس جمهورا رو میبینیم و نمایندگان پارلمان ها رو میبینیم، نمایندگان انجمن شهر رو میبینیم. من تو حالا امروز یکی دارن گفتگو میکنن انگار در دهه 40 و 50 ما انجمن شهر اینا نداشتیم، اینا شوخیه. ما در دوره دهه 30 40 50 انجمن شهر رو مردم هر شهری برمیگزیدن، از جمن استان و مردم هر استانی تنها استاندار از مرکز میومد، درست مانند ساتراپای زمان کوروش بود. درست منتها خود مردم تقلب میکردن و رنگ خرده میفتن به اشتباه دیگری باید بنگریم. پس اومد گفت من
جهان رو از بدی ها پاک میکنم. این کارو که کردم یه درگاهی درست میکنم. من یه نمونه بهتون بگم. پس پادشاهانی که برای نمونه تاج گذاری نمیکنن تا کشورشون ساخته بشه. پادشاهانی هم بودن تا اومدن نشستن تاج بر سر گذاشتن. این میگه نمونه شو ببینید، همین تو صدی گذشته ما داشتیم. این میگه جهان از بدی ها بشویم برای پزانگه کنم درگاهی، که با یه درگاهی درست میکنم و که همه به کارها برسیم. زهر جا کوتاه کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. خدیو و خدا یکی پادشاه. هر آن چیز که در جهان سودمند کنم آشکارا گشایم زبند. پس چیزهایی که در جهان هست اینها رو من آشکار میکنم، درست نمیکنم. همچنان که با یافتن راه افروختن آتش ما آشکارش کردیم، راه افروختن پنهان بود برای ما، نمیدونستیم چجوری. برای نمونه تو کوها چیزای خوش، سبزه‌های خوش بود، کاه و کلش بود، سنگا که به هم میریختن اینا یک جرقه میزدن یا آتش زنه میزدن آتش روشن میشد. پس بود راهش رو ما نمیدونستیم پیدا میکرد. اینکم این همون کار میکنه. پس از پشت میش و از پیش و بره پشم و موی، از پشت میش پشم و موی از پس از پشت میش و بره پشم و موی برید و برشتن نهادند روی. این داره دوران آزمایشی رشتن به کار میره. هنوز اسپانیا میگن رشتن، در همه جا میگن لوران میگن رشتن. رشتن یعنی ریسیدن، پنبه رو میریسن و رشتن همینه. ما بسیاری از واژه هامون همانندی دارن با یه شین و سینی که بیشتر از پهلوی ساسانی و اشکانی هم میتونه سرچشمه داشته باشه. برای نمونه ما میگیم نوشتن و نویسنده، نمیگیم نویشنده، یعنی نوشتن هم میگیم، نویسن نوشتن نمیگیم، نوستن نمیگیم. اینا میگه جا به جای یکی داریم. پس اینم همونه. برید و برشتن نهادن روی، به کوشش از آن کرد پوشش به جای، به گستردنی بود همون رهنما. این دوران آزمایشیه. به کوشش از اون پشم و موی پوشاک درست کردن. هنوز رشتن رو تازه آغاز کردن و دارن کار میکنن. دورانی که یه خورده پیشتر میریم ببینیم که چقدر یه جامعه درست میکنن، دوران جمشیدیه، درست تفکیه آینده درست میکنن. ز پویندگان، پس اینم جامعه رو به گونه اینجوری درست کرد. پس خود جامعه درست کردن، گام به گام بود، در پلنگینه پوش بودن، سپس اومدن از برگم بهره میگرفتن، سپس اومد از پوست چیز سمور و روباه و اینا براهیخ از سرش و رخت اونجا درست کرد. اینه یه گامه پیشتر میره. هنوز ببینید جایی نمیگه گوشت میخورن ها. هنوز در اینجا نگفته گوشت میخورن. اینو دنبال بکنیم تا میرسیم به دنبال ضحاک. اونجا انسان گوشت خور میشه، که یه خورده فرهنگ ایرانی راستش گوشت خوری و پسندیده نمیدونه. سه پویندگان هر که بود نیک روی، تیز رو هم گفتن ها. این تیز رو نیست، تیز رو نخونید ها. تیز رو یعنی دونده، یعنی تیز تند رو. اینها رو چون نشانه نمیدن مندم نیک رو میخونن. سپس میگن خب این چرا، یعنی خوشگل بوده، زیبا بوده. زبویندگان هر که بود نیک رو، رو یا نیک رونده، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. خوردنی، خورش و خوردنی یکی دیگه. پس اینایی که تیز رو بودن مانند چی؟ مانند اسب، مانند شتر، اینا رو آورد خورش کردشان سبزه و کاه و جو. همون کاری که امروز ما میکنیم. این گفته نیک رو. جولمول میگه تیز رو. هر که بود جنیدی، هر چه جنیدی مسکو سیدی. اینا میگن هر چه بود. اونایی که نام نمیبرم همون گونه که خوندم گفتن مانند خالقی. رمنده دران را، ددان را همه بنگرید. رمنده دد، پس گفتیم رمنده است، وحشیه، رام نشده است و گوشخاره. رمنده ددان را همه بنگرید، سیاه گوش و یوز از میان برگزید. که هم سیاه گوش، سیاه گوش رو میشناسیم، هم یوز و اینا را از میان اونایی که دونده است. به چاره بیاوردش از کودشت و کوه، به بند آمدن آن که بود زان گروه. پس اینا رو هم به بند کشید، هم به بند در کنار هم بودن کشید. اینا رو میبینیم که در داستان ها میبینیم که گرگ و پلنگ و اینا اومدن به یاری کیومرث هنگامی که هوشنگ رفت به جنگ دیوان. پس اینها رو هم آورد. خالقی آن که بود رو نمیگیره، میگه
آنک دور از گروه، اون که دور از گروه بود آورد، یعنی تنها رو گرفت آورد. جان ایدی میگه آنک بود هم گروه، یعنی اونهایی که بودن هم گروه اونها آوردن، تا آرمان یکیه، دگرگونی چندانی نداره. من میدونم بان ایران دخ شما دارید نگاه میکنید خالقی و استاد خالقی رو میگم که اینجوریه. من بارها هم گفتم که اینها رو خالقی و جنیدی میگم از جایشون کم نمیشه. در پژوهش آقا و خانم و نمیدونم استاد و سرور و دکتر و مهندس اینا نمیگم. ز مرغان هم آنگه بدون ایساز، یا همون گه بدون ایساز، چو باز و چو شاهین گردن ساز، و همون نیکسازشی که داشت و همون گونه آمد و باز و شاهین گردن فراز رو هم آورده. خالق یوسیدی همون را که بود نیکساز میگه، زمرغان نمیگه، زمرغان همان گه رو نمیگه، میگه زمرغان همان را که فلان بود. جنیدی و جرمون مران را که بود نیکساز میگه، منتها آرمان میگم یکی است. بیاورد و آموختنشان گرفت، جهانی بدو مانده اندر شگفت. این هنگامی که آورد و اینا رو آموخته کرد، مردم اصلا در شگفت ماندن که مگه میشه همچی کاری بکن؟ این هم پس میشه. پس ببینید پیشرفت انسان در دورانی که بانو تلا پرسیدی، در دورانی که گام به گام داره شاهنامه پیش میره، درست روند هازمانی و جامعه شناسی و جامعه مردم داره پیشرفت گام به گام میکنه با آموختن و تجربه و با دانش و با هم. و در اینجا همواره کسانی بودن که اینا شیار شهر بودن، شهریار بودن، و اینها سود خودشون رو نمی اندیشیدن. اینا دیدین که بالاتر گفتش که بسیار رنج برد و خورد و رفت. خورد که نمیره، خودشون برخوردار شد از اینها و رفت. اخه خوردن ها برخوردارم به چم و مانا هست. پس رفت و آنچه که بود اون مرد ریچه میمونه اونه که آسایش مردمه. آنهایی که در اندیشی آسایش مردمن، راستشون بخواید آسایش رو از خودشون میگیرن، چون اگر اونها هم بخوان آسایش داشته باشن، پس کی کار بکنه بیشتر؟ همواره شما پروفسور ماری کوخ رادیولوگ رو میگم، ایشون میاد مثلا خودش رو به درگیری میندازه با اشعه ایکس ری، پیدا میکنه راهش رو، روشش رو به درزیس ما میزه، خودش از سرطان خون میگیره، از بیماری خون میبیره. این هستش که کسانی این کار میکنن، یا کسانی که اومدن کام باکتری کوخ رو درست کردن و واکسنهای گوناگون رو درست کردن، اینا جان دادن در این راه. خب بیاورد و آخت و آموختنشان گرفت، جهانی بدو مانده اندر شگفت. چو این کرده شد، تا اینجا پس بیشتر ددانه و تیز روها هست، ددان. اینت ببینیم میاد کجا، میرسه به دد و دام. پرندگان که سوان، دام جاندار رام نشده گیاهخواره. اینه که و مرغان هم که دیگه میان. چو این کرده شد ماکیان و خروس، خروس رو که همه میشناسیم، ماکیان هم همون مغزان ها. کجا که بر خروشد گه زخم کوس، زخم کوس هنگامی که خورشید برآمده میگن که یک بانو دلکش میخونه سحر که از کوه بلند جام طلا سر میزنه، سرودش نمیدونم مالکی بد بیارانه، ولی ایشون میخونه اینه که اون گه کوس، اون برآمدن خورشید، یعنی کوس انگار میزنن که برپا خیزید و کار بکنید. سربازی هر کی رفته میدونه، هشدار بیدار باش میشه. اون آقای افشین که حتما سربازی نرفته، میدونم من، اون این کاری نیست. بیاورده یک سر چنان چون سزید، نهفته همه سودمندی گزید. یا نهفته همه سودمندی بود، ولی نهفته همه سودمندی، چون اون بالاتر گفت که من همه نهفته ها رو آشکار میکنم. ببین داره اون پیمان هایی که با مردم بسته داره میکنه. پس کسی که میخواد بشه نماینده، کسی که میخواد بشه شهردار، کسی که میخواد بشه نماینده یک کلاس، نمیدونم کسی که میخواد بشه شاه، کسی که میخواد پیمانی که با مردم بندی، ببین گام به گام باید دنبالش باشی و بکنی. بیشتر البته شاههای امروز، نه شاههای امروز که نمادینن و این دولت مداران دیگرن. بیاورد و یک سر چنان چون سزید، دفته همه سودمندی گزید. خالقی مسکو میگه یک سر به مردم کشید، یعنی به میانی مردم کشید، سودمندیش هم گزید همون گونه. جای دیگه سودمندش گزیدم اوورده.
در فلورانس اومده، در نقصی فلورانس که نزدیکترین نمونه است به فردوسیه، میگه بیاورد و یکسان به مردم سپرد. بعد به مردم ببینیم چی گفت. چون این گفت: کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. یا اومده چین را ستایش کنید، جهان آفرین را نیایش کنید. اینها چند گونه اومده. یا خالقه میگه کین را نمایش کنید. نمایش یعنی نمایاندن. در برنامه گذشته همینجا بود که من میکنم گفتم یا جای دیگه بود که ما فعل نمودن رو به جای کردن نمیتونیم به کار ببریم. کردنی که با نمایش همراه ما کردن میکنیم، گردیدن رو به جای کردن نمیتونیم بکنیم. گردیدن هنگامی که یک چیزی دگرگون میشه میتونیم به کار ببریم. برای نمونه میگیم بانو فلان یا جناب فلان سرکار فلانی وزن کم کرد و سبک گردید. سبک وزن، این گردیدنه. سبک و شدم درسته، شده، منتها گردید اینجا به کار میره. به هر روی خالقی آورده چون این گفت کین را نمایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. اینو یه نمونه داشته باشید، نماد داشته باشید و جهان آفرین را ستایش کنید. خود این واژه ها بار خودشونه دارن. هنگام که بکنیم ما اونها رو نگاه میکنیم. بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز با آواز نرم. این مرغا رو که آورد که درست با دانش امروز همساز و همسازه، که براتون نمونه های امروزینشون رو میارم. چون این گفت بفرمودشان تا نوازن نرگه، با اینها رو گرم و نرم باشون رفتار کنید، نخوانندشان جز به آواز گرم. البته خالقی و جنیدی و جلمول و مسکو این سرود رو پس از بیاورد آوردن، یعنی یکم بالاتر آوردن. خالقی میگه که بفرمودشان، بفرمود تا شان نوازن گرم. اینها در اون مایه یکی از بانو ایران دخت میگم که شما داشته باشید. بله، جای گرم و نرم رو هم توی مسکو فرق داده. درسته، آره گفتم اینا رو جا دارم. خب حالا بفرمید شد تا نوازن گرم، نخوانند شد جز با آواز نرم. من از اینجا یه نکته بسیار ریز دانشی امروزی رو براتون میگم. کسانی که گاوداری دیدن، ببینید گاوداری های مدرن، میدونن که یک دستگاه هایی هست که اینا مچنده است. چهار تا پستان گاو که پستان چهار شاخ هست اینو میبندن بشه. یادتون باشه شیر گاوی که ما میبینیم میگیم این شیر در روز 40 لیتر میده. برای نمونه 20 لیتر بامداد 20 لیتر شب، یا 24 لیتر بامداد 16 تا شب، یا 16 تا بامداد 24 تا شب. یادتون باشه اون شیری که ما میبینیم توی اون پستان، که این هم پستان سینه نیست، زن و جانداران ماده پستان دارن، سینه یعنی قفس سینه. این چیز بدی نیست، ما پستان نام بد نبریم. یک جوری که ما همه رو پرورده، پستان مادر من پرورده. خب پس نگاه کنید اون شیری که در اون میبینی 40% اون شیریه که ما میدوشیم. هنگامی که میدوشیم 60% اون شیر در اون هنگام فراوری میشه و تولید میشه. پس باید نرم کرد. چرا به بانوان میگن دوشیزه؟ کسی میدونه؟ برای اینکه میدوشه. چون دوشندخ، دختن هم بهش میگن. لورا میگن دختن، برو گاوو بدخ. دختی گاوو. پس این میدوشه. چرا بهش گفتن؟ به خانومایی که ازدواج نکردن میگن دوشیزا. خب امروزه این کارو میکنن. میدونی برای چی؟ برای اینکه در اون هنگام شما در گذشته تنها دختران ازدواج نکرده بودن در خانواده، بچه هم زیاد بوده همیشه دو، اونا می دوشیدن و اینو به زن می گفتن دوشیزه. امروز به دختر ازدواج نکرده میگن، ولی دوشیده دوغدو مادر زرتوش یعنی دوشنده، درست یعنی دوشیزه. خب چرا زن این کارو میکنه؟ زن نرمش داره، نوازشگره. شما نگاه کنید بچه های ما، پسرامون، ما چند تایی که پسر داریم میدونیم، پسرامون اون چیزایی که کارهاییه که باید انرژی میخواد و فلان میخواد و یه خود پول میخواد با پدرها گفته میکنن. اگه بخوام کلا سر بزنن سر پول با مامانا گفته میکنن. نمونه شما داریم همینجا.
و اگر کاره دیگه دوست دختری پیدا کنه یه چیزا رو دیگه بیشتر بخوام بگم با مامان میگم. چرا؟ چون مامانا نرمترن. چرا ما هنگامی که میگیم بهش زیر پای مادران است نمیگیم زیر پای پدران است؟ مادر سرچشمه مهربانیه، مهره. خود خورشیدم یک گونه مادره، میسوزه که گرما میده. پس با آواز نرم باید بخوابوننش. پس اینو دیدیم که اون گاف چجوری طول مرغان همینجوریه. کسانی که مرغداری کار کردن یا دیدن یا خوندن، مرغداری ها شب که میشه چراغشون یک بار خاموش میکنن، از تخم میرن. چراغ باید دم نمک درست مانند هوای بیرون که تاریک میشه رگلاتور براش میذارن، آرام آرام تاریک میشه تا تاریک شه. پس این دانش رو دادشون میده هنگامی که نخوانندشان جز با آواز نر، اون از این نکته آگاه بوده. بسیار یک سخن میدونی بزرگیه ها، این سخن بزرگیه، این راز و رمزهای شاهنامه است. خب اینو گفتم که در جابجایی هم آوردن، چون این گفت که را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید، اومده گفته که او دادمان برددان دستگاه، ستایش مرو را که بن مود راه. جاهایی هم که بفرمود تا نوازم گلر رو ستایش بکنیم پروردگار رو که اون دم و دستگاه رو اون به ما داد، ستایش مرو را که بن مود راه، راه و روش را اون داد. مرو را یکی پاک دستور بود که رایش ذکردار بد دور بود. اینو رایش سوم اینا نخونن، رایش تو مانند رایش نوشتنش، و این الفبایی که امروز داریم بسیار ناتوانه، بسیار الفبای ناتوانیه، بسیار آسیب می‌رسونه به زبان ما. و ای کاش ما یک زمان می اومدیم الفبای بسیار خوبی که داشتیم، الفبای اوستایی به کار می‌بردیم. یهودی‌ها این کارو کردن، اومدن الفبای خودشون رو 70 سال پیش به کار گرفتن و امروز به خوب 1948 بود به کار گرفتن، کمتر از 70 سال، 50 سال پیش، و به خوبی داره کار می‌کنه و جا افتادن. آتاتورک اومد الفبای اونها رو فینگلیش کرد و خوب داره کار میکنه براشون. به هیچ روی من حاضر نیستم فینگلیش بشه، یعنی رأی من اصلا مخالف فینگلیش شدن، یعنی اینو فینگلیش بهتر، اینو میتونیم پر کنیم با یه سری واژه‌ها، ولی اگر ما الفبای اوستا و پهلوی مون هم در یه جایی بسیار بهتر از اینه. ولی اوستای شاهکاره، اوستای شما هر چیزی دیگه شر و شور رو با هم دیگه اشتباه نمیکنید. شما هفت دبیره داشتیم که ستاشون رو میشناسیم، بود که فارسی دری یکی هم نست. خب برای اون را یکی پاک دستور بود که رایش ذکردار بعد دور بود. خنیده به هر جای و شیده اسب نام، حالگی میگه شهر اسب نام، جریدی میگه شید اسب نام. اسب همون اسبه، ما لحراسب داریم، یعنی اسب تندرو، لورسب، لور یعنی تندرو، کرد یعنی بسیار کننده، یعنی کسی که کار زیاد میکنه، لحراس، و این هم از اوناست. شید اسب نام نزد جز به نیکی به هر جایگاه. پس یک دستور داشت، یک وزیری داشت که این شید اسب بود یا شهرسب بود نامش، و به جز نیچی در کارش نبود. زخوردن همه روز بر بسته لب، یا بسته زخوردن دو لب، دوگانه اومده. خالقی میگه، مسکوسیدی میگه همه روز بسته زخوردن دو لب، ولی برور در اومایی که به پیش جهاندار بر پای شب. این چیزهاییه که امروز مسلمان از اینا برداشت میکردن، چون در گذشته ایرونیا نیایش هایی که میکردن پنج نیایش داشتیم، درست این پنج بار نیایش مسلمان ها کپی شدی از زرتشتیانه، درست با اینکه اونها در یه زمستان ها و در یه جاهایی چارتاش میکردن چون تاریکی زیاد بود. اینا این یه همچه آدمی بود، همان بر دل هر کسی بوده دوست، نماز و شب و روزه آیین اوست. ببینید شب و روزه، نه روزه، این روزه در نداری ما، یعنی شبانه روزی. این دوستان ببیشه میان این کارها رو میکن. خالقی میگه چو جان، همانو میگه چو جان، درسته بانو ایران دخت؟ چو جان، آره چو جان، بر دل هر کسی بوده دوست، یعنی مانند جان خودش، مانند هوش، هر کسی و همه آدم ها رو دوست داشت. و نماز شب و روزه، نماز یادتون باشه یعنی نمیدن. شما بسیار شنیدید که امروزه هی میگن خم کن،
من راستش اینو بگم راستی من آقای افشین مینویسی، من برای بید مجنون بید خمیده به کار میبرم یا بید نمیده، بید مجنون به کار نمیبرم، چون اصلا اینم که میگن مجانی یعنی جنون گرفته، چیز بدیه، ما رایگان داریم براش. این بید مجنون نیست، این جنون نگرفته، این خمیده است و نمیده است. نماز از نمیدن میاد. ما داریم احیا یاسا نمنگ ها، پیشتر از اینم گفت نمنگ ها یعنی سراخم کردن، یعنی انسان اینجوری وای میسته هنگام که بخواد چه رو به فروغ میسته، هر جا اگر همینجاست پنجره باز، اینجا اگه چراغه چراغ میسته، آتش باشه آتش، و نگاه میکنه و نیایش میکنه، نم سر میکنه و میگه امیدوارم جهان پیشرفت کنه، ستایش میکنه زن خاردار خوب و اینا، همه اینجوری ها. یادتون باشه در نیایش های ایرانی همواره ستایش میکنن آدم ها رو، یعنی میاد بگی من ستایش میکنم زن پارسا، پارسا پاسکوه، راستگو، راستگوی خانواده رو، نخست از خانواده زن رو میگه و آخر آغاز با زنه در نیایش ها. سپس میاد مرد پارسای روستا رو، سپس شهر رو، شهر رو، سپس شهریار رو، سپس شهریاری جهانی ها. یعنی گام به گام برای نو کردن جهانی. فرهنگ ایرانی برای اینه که آدم میتونه بهش افتخار کنه، یعنی بسته به خاک نیست، بسته به جهانه، حتی به کهکشانه، هیچی نباید کسی بشه. اون چار آخشیش باد در همه جا، یعنی هوا دیگه، باد، آب، آتش، خاک، اینها نباید آلوده بشه. از آن همست و بسیار سخن درباره شما هست که اینجا زمان میبره. آیا یعنی زن باید راستگو باشه، مرد نباید راستگو باشه؟ نه نه، پارسا یعنی میگم ستایش میکنه زنی که در خانه است. آغاز اصلا پارسا رو به زن و مرد هر دو به کار میبرن، پارسا رو برای هر دو به کار میبرن. میدونی از کجا هم اومده واژه‌ش رو؟ از پارسا، پارسا. دو تا واژه امروز به کار میبریم، یکی چیزه میگیم پارتیزان، پارتی، پارت ها اینجوری میجنگیدن، پارتیزان، پارتیزان از اونا، و یکی هم پارسا. به اندازه اینا راستگو بودن که من حالا اتفاقا دارم میرم سخنرانی، من 28 سخنرانی دارم در وست بود، اونجا در روتاری کلوب امریکا لس آنجلس، شاید اینو گذاشتم برای گفته بود، چون یه چند تا مورد تصمیم یا فرمان های آزادی بخش رو بگم در جهان و آشتیگویی در شاهنامه رو شاید اشارهی بکنم. اینا حالا اونجا شاید هم از همین هم بهره گرفتم، چون هم تصمیم نگرفتم راستش چجوری باشه. اینه که زن پارسا رو که میگه زن درستکار و درستکار، چون کسی که راستگو درستکار، و چون زن درستکار در خانواده، چون اگه در خانواده اگه زن درستکار نباشه خانواده نمیمونه. ما مردا دست کمش اینو بگم شکمونه که ما میدونیم که اگه کار درست کردن شکم ما درست نباشه کار خانواده به هم میخوره. بسیاری آدم ها هست که بسیار بهانه میگیرن سر یه خوراکی که یهو شور شده یا پسندشون نبوده، در حالت که نهاد خانواده از زنه، هم زاینده است، هم نخستین آموزگار سیمنتو گوش نده، هم پرورش دهنده است. گوش بدید، یعنی این همه این داستان هست. و زن من دست کم اینجوری هست، همه هم اون زمانی که من دیدم که افتخار میکنم به هم به زن، من شخصا بسیار سرفرازم به بودن زن و به ویژه زن ایرانی که برخوردار از این فرهنگ، بسیار من سرم میذارم زن. به هر حال این آدم چه بود؟ سرمایه بود اختر شاه را. این سرمایه که ما میگیم از همینجا اومده، این انسانی که ازش گفتیم سرمایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. در جای اومده وزو بند بد جان بدخواه را، در اینجا اومده. شاید سوا باشه بهتره، ولی بد جان کسیه که مثلا آشفته است، چون شما نگاه کنید کسی که بدخواهه خودش دپرشن داره، خودش شاید هم دپرشن نداره، اگرسیوه. اگرسیو فارسی شو یکیشو بگیم بچه ها. اگرسیو کسی که هیجانیه، بانو داره میگه خشم داره. آره یه خوده البته، آره خشم هم داره، درسته، خشمگینه، خشمگین، عصبی، آره عصبی، پرخاشگر، سپاسگر. این بدجان کسیه که پرخاشگر. پس اگر بدجان هم اومده میتونیم معنی براش داشته. سپاس بانو، سپاس افشین بانو. خب شاهراه رو امیرکبیر سرهم آورده که شاهراه دوتا واژه سواست، من شاید اشتباه چاپیه.
در یک جایی من چیز بگم، در بند با جان بدخواه را، اینو خالقی آورده. یک جایی اشتباه اومده، بند و اشتباه نوشته، اون اشتباه بود. من در یکی از نوشته ها دیدم، در یکی از امیرکبیر ها، چون امیرکبیر چندی نوشته، وزو بید بد جان بدخواه را، در امیرکبیر 2537 آمده. ببخشید من چیز بنوشم. که اونم گمان میکنم این بید، چون بید واژه های لوریه یعنی بود، گمان میکنم این بنده، همون بندی که بالاتر بودن. سرمایه بود اختر شاه را، چون ستاره میدونید اختر یعنی ستاره، چون شاه همواره اون ردی بالاتریه، چون کارش بالاتره، هواشو دارن، خیلی بهش میرسن، اما خیلی هم باید کار بکنه. یعنی من اگه بخوام بکنم شاه، به هیچ روی نمیپذیرم، به هیچ رو، چون من باید در یک قفس آهنینه زرینه، یک آهن نشستم اونجا، نه حق دارم برم تو خیابون، نه حق دارم با زن بچه‌ام بیام تو خیابون، نه تفریح بکنم، هیچی که یه قفس گذاشتنم. چرا؟ چون من مسئولیت گرفتم. و این راستراسی بیچارگیه. یعنی یکی از کسایی که امروزه بسیار بهش ستم میشه شاهزاده است، که نگاه کنید این بیچاره نمیتونه دیسکو بره با زن بچه‌ش، گرچه ما هم نمیریم، اون دیگه خب برمی این بیچارگی داره. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند و جان بدخواه را، یا فرسیان بند بود جان بدخواه را، همه راه نیکی نمودی به شاه. پس ببینید کسی که در تاریخ میمانه نامش، که یکیش همین شهرسب یا شیرسب، یکیش زیرکه، یکیش گرامیه، که اینا همشون دربارشون نوشته شده، میتونید پیدا کنید، خود من دستکم نوشته دارم، اینها در تاریخ با نیکی میمونن، که نام نیکی گر بماند زادمی، به کزو بارد سرای زرنگان. همه راه نیکی نمودی به شاه، هم از راستی خواستی پایگاه، هم از راستی خواستی پایگاه. اون پایگاهی هم که میخواست برای خودش و دیگران، از راه راست میخواد، از راه درست نمیخواد. نمانند امروزی که بسیاری رو میبینیم که از راه نادرست و پشت هماندازی و مال همدیگر رو خوردن و مال دیگران رو خوردن، هیچی ناندگار نمیبینیم، امنیت رو از میان میبره، خودشون هم آسایش نخواهند داشت، همواره در اندیشن یکی بیاد بکشتشون، یکی بیاد بدزدشون. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابید از او فره ایزدی. یا چنان شاه پالوده شد از بدی، که تابید از او فره ایزدی. خالق میگه چون و او رو گشته بالا، چنان شاه بتابید از او، که تابید رو میگه بتابید از او. چنان شاه پالوده گشت از بدی، ببین این فعل گشتن و گردیدن اینجا هستا، یعنی گردش پیدا کرد، پالودی گشت، اصلا اگه بدی هم داشت گذاشت کنار. و سر همینی که میگیم فرهیخته، فر از پرهیزکاری میاد ها، فره به هر پیشرفته، پیشرونده. چونان شاه پالودی گشت از بدی، که تابیده از اون فره ایزدی. پس فره اگر فرهیزکاری نبوده و راستی نباشه، فره نیست. کسی میاد میشینه یا مینویسه، گفتگو میکنه و یا مینویسه و به دیگران درس میده و خودش آدم درست کاری نیست، این فر نداره. همه انسان ها فر دارن، اون از فر بی بهره، از پرهیزگار نیست. چو دستور باشد چون این کاردان، تو شهر را هنر نیز بسیار دان. بانو دنبالش نگرد، خالقی نیورده، جنیدی، جرمول، مسکا نیورده، نگرد دنبالش. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیس رو بارگی بردشست. باره دو تا چام و مانا داره در فارسی، یکی دیواره، یکی اسبه. بارگی معرفه میکنه بر اون اسب ویژه، بر اون بارگی خودش، بر اسب خودش نشست. من صندلی ما عوض کردم جیجیر نکنه، چون جیجیر میکنه مانند درباره باره. آره بارگی بحروی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیرگی تیز رو بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش بر ساختی، همی گرد گیتیش بر تاختی. چو دیوان بدیدن کردار اوی، کشیدن گردن ز گفتار اوی. جنیدی، جرمول، مسکو، سیرین آوردن، او اوی نیاوردن. خب پس این
سوار اسبش که میشد و اسبی تیز روی که داشت میرفت و دست افسونمنو به افسون میبست. همش هم جنگ نیست، بازم نگاه میکنیم در دنباله داریم باز به افسون. پس افسون دروغ نیست، فسون گفتنه و یه خود افسانه ساختنه و با زبون، یه خود با زبون چرب و نرم هم هست و با نمایش ها، بزرگ نمایی کردن ها. تو دیوان بدیدن کردار او، کشیدن گردن ز گفتار او. اونا که دیدن نه، گفتن که نه، این میخواد کل سر ما بذاره. از گفتار او گردن کشیدن، کنار کشیدن. شدن انجمن دیو بسیار مر، یا دیو بسیار مر که بر دخت ماند از او تاج زر. اینجا خالقه میگه که بر دخت مانند از او تاج و فر. خالقی اینو گفته، تاج و فرم اومدم. شدن انجمن دیو بسیار مر که بر دخت ماند از او تاج و زر، یا تاج و فر. پس اینا اومدن که امیدواریم از اونها پردخته مانه، دور بشن از تاج و فر، یا اینکه اونا پرداخته کنن تاج و فر. چو تهمورس آگاه شد از کارشان، من خواهشم اینه که تون تون نخونی شاهنامه رو، اگر نه شنونده دست کم در نمیابه. مکسا رو بکنید. چو تهمورس آگاه شد از کارشان، من چون زمان نیست اینجوری میکنم، چو تهمورس آگه شد از کارشان، برا شفت و بشکست بازارشان. اون رونق بازار، رواقنی بازارشون از کار انداخت. خالقی تهمورت آورده بانو، نگاه من نکنید. بله درست گفتم، شما بودید. به فر جهاندار بسته میان، به گردن برا آورده گرز گران. پس به فر جهاندار، پس این فر ایزدی که هست، اون فری که هست بسته میان شد، باز پیمان بست. ببینید پیمان بستن چجوریه؟ که همون کشتی بستن هم هست. امروز کشتی گرفتن میدونی که چرا میگن؟ چون اون موقع این بند شلوار رو میگرفتن، کشتی میگرفتن. کشتی گرفتن از اونجا اومده. آره. به فر جهاندار بسته میان، به گردن براورد گرز گران، با براوردم آوردن. جنیدی اینو نیاورده. خالقی جولمول مسکو سیدی آوردن، بستش میان براورد آورده. ولی در اون مایه که چرا به گردن براورده یا براورد گرز گران؟ نگاه کنید گرز که میارن تو همه فیلم هم نگاه کنید، اکثر گرز میذارن اینجا دم گردنش، چون سنگینه. شمشیر اینجوری میگیرن، چون اینجوری که میگیرید این میاد نیرو، مامانت نیرو ها میاد اینجا، دست هم اینجوریه، صاف اینجوری نمیگیرش، اینجا مامانت نیرو ها میشکنه، کاری که امروز تو مهندسی هم به کار میره، سه گوشایی که میسازن اینجوریه. این اونه، گرز رو میزنن دم گردن، چون اگه اینجوری بگیرن خیلی سنگینه، گرز سنگینه، مانند شمشیر بسیار سنگینه. به گردن گرز گران آورده. این گردن در یه جای گردش هم هست، اینجا به گردن در آورده و در هنگام جنگ گردش دارن. همه نر دیوان و افسونگران برفتن، جادو سپاهی گران، یعنی رفتن یه سپاهی گرد آوردن که در بالا میشاره شده. دمنده سیه دیوشان پیش رو، یه دیو گردن کلفت سیاه چهره داشتن، اون پیش رو همین باسمان برکشیده است. قو رو گمان میکنم شما دو پارش رو به کار میبرید، تنش قوقا رو به کار میبرید، قو رو به کار نمیبرید. قوقا به پا کردن، قوقا به پا کردن. هوا تیره فام و خالقی نوشته همه باسمان، با آسمان ننوشته، نوشته باسمان. هوا تیره تام و زمین تیره گشت، دو دیده درو اندرو تیره گشت. اینو خالقی جریدی نیورده، بانو دنبالش نگرد. جهاندار تهمورس پاک دین که اونها آوردن با آفرین، یا یعنی با آفرین، جهاندار تهمورس پاک دین یا با آفرین، بیامد کمر بسته رزم و کین، جاهای اومدن جنگ و کین. ز یک سو او آتش و دود دیو، ز یک سو دلیران کیهان خدیو. پس دو گروه روبرو هم وایسادن، اونها دیوانی بودن که با همه اونهایی که گفتیم، این برم اومده دلیران کیهان خدیو. کیهان خدیو یعنی جهان و کیهان هم میگن، و اونها بیشتر چون کشورهای بزرگی داشتن، در نیایش های زرتشتی میبینیم هفت کشور زمین، یعنی همازور بیم، همازور و هماشو بیم، همازور و همگیش کرفه بیم. اینه که میگه
همکفه کفکاران هفت کشور زمین دید. اینه که میگه اون هفت کشوری که میشناختن همین بخشای ایران بزرگ بوده، چون جهان رو زیاد نمیشناختن. کیهان خدیو یعنی خدای اون جهانی که میشناختن. یکاری بیاراست با دیو جنگ، نبو جنگشم را فراوان درنگ. جنگ چه کار کرد؟ چرا درنگ زیادی نشد؟ چون بیاراست. آراست یعنی آرایش داد. آرایش بانوان نیست، این آرایش سامان دادنه. چون یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبو جنگشان را فراوان. یعنی از دید من اینو اینجوری باید خوند، یعنی مشروطه، شرطیه. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبو جنگشان را فراوان درنگ. اگه اونجوری هم بخونیم میشه بخونیم، متا این یه نهاد و گذاره میشه دیگه. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبو جنگشان. اونجوری که میگیم چون اونجا آرایش داد سپاه خوب رفت جنگی و با برنامه‌ریزی، نبود جنگشان. از ایشان دو بهره به افسون ببست. ما امروز بهره و بهر رو بهش بگیم بخش به کار میبریم. بهره همونه. بخش کردن هم تقسیم کردنه. ما نمیدونم چرا تقسیم قسط کردن هم بردیم به کار بردیم. بخش کردن رو داریم. بر کردن هم داریم. نمیدونم چرا. حالا بگه چیکار کنیم دیگه. نکنیم کار. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز کیران کرد. پس ببینید چقدر مداراییه. نخست با افسون، با زبان چرب، با آرایش، با بزرگ نمایی که آی باباتون در میارم آیله میکنم اگه با من بسازید فلان. نخست دو بخششون رو آرام کرد. ببینید این مداراست در فرهنگ ایرانی. این مداراست. مدارا در فرهنگ اصلا باور نکردنیه. یعنی نخست مدارا کردنه، سپس پدافنده. جنگایی که شما میبینید همه پدافندیه. دو سه تا جنگ کیکاووس میره و همه باش درگیر میشه که داره میجنگی. سیاوش جان خودشو از دست داد چون نخواست میجنگه. آشتی جون بود. از ایشان دو بهره به افسون میاد، دیگرشان به گرز گران پس کرد. یه ناچار شد دیگه، آقا اینا می تروریستن، میرن بانکا رو میزنن، آدمو میندازن، اونو میندازیم زندان حالا تا درست شه. اینجوری کشیدندشان خسته و خسته یعنی زخمی. بارها گفتم بازم میگم خسته به چم زخمیه. خسته نباشی یعنی زخمه نباشی، مانده نباشی باید به کار بری. اون وقت ما زخمی رو زخم یعنی ضربه. ما هیچ جا به جا مانده رو به جاش خسته به کار بریم. به جای زخمه که یه ضربه است، چیز زخمه رو اومدیم ضربه به کار بریم. اینا اشتباس. کشیدنشان خسته، زخمه و بسته و خار پوش کشتن. به جان خواستن آنگهی کشیدنشان خسته و بسته خار. اینم خوندنی درستش بود. کشیدنشان خسته و بسته خار، به جان خواستن آنگهی زینهار. خارقی آورده آن زمان بانو. آره آن زمان. اینجا بسته خار یعنی چی؟ جانم؟ بسته خار یعنی چی؟ خار میگیم خار رو خفیفش کردی. کشیدنشان خسته و بسته خار، خارش کرد، خفیفش کرد، کشکش کرد. خفیف عربی خار ایرانیه. چون ببین یادتونم باشه که خار با گل همواره میاد، خار آزارنده است و شما خار رو میان ور میداری. اینا هست. کشیدنشان خسته و بسته خار، به جان خواستند آنگهی زینهاره. که ما را مکش، اینجا باز آروم باید خوند. به جان آنگهی زینهار، که ما را، این چسبه به اون بالا، که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزی از ما کتایت ببر. خالق این بخش دومو بسیار دشوار نوشته. من ببینم دارم ضبط کنم. بیا موز نیمت نوشته، بیاز موز نیمت نوشته خالقی، از یه نسخه برداشته. بانو بسیار دشوار این خوندنش میدونم. بیاموز نیمت یعنی بیاموزانیمت، کوتاه شده بیاموزانیمت، متا تو سرود کوتاه شده. بیاموزی از ما کت آیت ببر. کت همون کت جانم. فردوسی خودش کدوم رو گفته؟ بیاموزی رو گفته؟ هیچ کدوم نمیدونیم. دستخط نوشته نبیره فردوسی رو نداریم. هیچ کدوم اینه مال فردوسی نیست. بیشتر فال فردوسی از بر شده، مردم از بر داشتن، برای همینم شاهنامه رو
سرودین کرد که بتونه به یاد بمونه. اینه که اشتباه بزرگ یه کسی بیا شاهنامه رو به نصب کنه، مگر اینکه ما اومدیم کردیم مطمئن اومدم بخش اونی که به نصب کردم شعرش گشتم زیرش، برای اینکه نوجوان یا کسی که ناموزه یا تازه بتونه آسوده بخونه. سهراب از اینکه نتوانسته بود اسب شایسته و دلخواهش را فرام کند، اینو گفتم بعد ما شعرش رو بردم زیرش، سرودش رو بردم زیرش. ما شاهنامه رو اگر اومدیم به نصب کردیم که بسیاری از بزرگانمون هم کردن، بسیار کار بدی هم کردن راستش. اگه اینجوری بود که ما چیزی داشتیم خدای نامه اصلا به نصب بود، چرا این مرد اومد اینجوریش کرد؟ این بسیار اشتباهی که یه روز میتونیم دوباره‌اش گفته بودیم. خب پس بیاموزیم یه کاریو که به یاد میره. کی نامور در امیرکبیرها یکی نامور اومده، این اشتباه چاپیه، اشتباه چاپیه همه، چون در هیچ نسخه نداریم که تنها امیرکبیر چاپ کرده، هم 41ش هم 57ش، این نمیدونم 51 کنه و نکردن. که نامور دادشان زینهار، زینهار رو گمان کنم بدونی یعنی چی، همون امانه، زینهارداری هم یعنی امانت داری. مطمئن من نمیدونم چرا واجب یه خوبیه به کار نمیبریم. زینهار بدان تا نهانی کنن آشکار. ببینید در این سرود و سرود پیش از این چقدر از نهان و آشکار گفته بود شد، یعنی ما کوششمون بر اینه که نهانی ها رو آشکار کنیم. همه چیز هست نهانه، آشکار کنیم. اتم هست نمیشناسیم آشکار هستیم، اتم رو میشکنیم پروتون و نوترون هست و الکترون هست آشکارش میکنیم. پیوند های الکترونیست هست، الکترونانس، کووالانس، کوردینانس، اینها هستن، ما باید آشکارش میکنیم. چو آزادشان شد سر از بند اوی، بجستن ناچار پیوندشان، پیوند اوی. خب جنیدی گشتنده، چو آزادشان شد گفته گشتند، چو آزاد گشتند از بند اوی گفتن. این امیرکبیر میگه چو آزادشان شد، گمان میکنم خالقی هم همینو گفته. هنگامی که دیگه از بند او سرشون، این بند دو تا بند داریم، چو آزادشون سر از بند، یعنی سرشون از بند در اومد خودشون پیوستن. بند همون بندگیش ما، یعنی پیوستگی، بندگی یعنی غلامی نیست، ما به اشتباه داریم به کار میبریم. من بندی خدا یا ما بندی شما، یعنی من بستی شما، من در نخی که به هم بسته بنده، اینو به چیا بعد به کار میبریم و هی هم داریم به کارش میبریم. بجستن ناچار پیوند اوی، پس ناچار دیدن که بهتره که با این پیوند داشته باشتن. نوشتن که خالقه آورده، نوشتن، نوشتن به خسرو بیاموختن، دلش را به دانش برافروختن. خالقه میگه دلش را چو خورشید بفروختن، اون بفروختن رو با بفروختن اشتباه نکنیم، چون بفروختن هم سر همه این بفروختنه، این دشواری های الفباست. نوشتن هم جنیدی هم خالقی هم سیدی نوشتن آورده. نوشتن یکی نه، یا نوشتن یکی نه که نزدیک سی. پس ببینید هر کسی که رفتار ناشایست داره، انگیزه این نمیشه که دانسته های بدم داره. یادمون باشه دیو، هنوز ما داریم در سانسکریت و اینا، در اون بر که ما داریم در هند گذشته، آقای افشین اونجا زندگی کرده، از یکی از خدایانشون بوده و امروز در فرانسه و اسپانیش میگن ادیو، همون خداست ادیو، همون اومده این هست. و اینجا به هر حال اومده دانشمندای هستن که ناسازگارن. پس اگر دانشمندی ناسازگار باشه، دانشش رو نباید کنار بگذاریم. اگر برای نمونه قوی دل، بدخوی، بدخلق، بدرفتار، اینو دیگه اگر یه چیزی رو میدونه کنار بگذاریم، سوا کنیم اینو از اون. خب و خوب بلده زرد میشه، اونو که خوب بلده دیگه، اینو با اون آبشته نکنیم. چو هندی و چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. اینهایی مانند اینا که نگاریدن، نگاریدن آخه معنی نوشتن هم میده، نقاشی هم کردن هم میده، گاه نگاره به کار میبریم برای نقاشی. خالقی میگه چه سقلی و چینی و چه پهلوی، که شما بانو ایران داخت. جنیدی میگه چه هندی، سیدی میگه چه سقلی و چینی، زهر گونه ای کان همه بشنوی، در یه جاهایی هم اومده. جهاندار، جهاندار کیه؟ طهمورث. جهاندار 30 سال از این بیشتر، چگونه پدید آوریدی هنر، یا چگونه پدید آوریدی هنر. برفت و سر آمد
بر او روزگار همه رنج او ماند از او یادگار. بالاتر گفتم پادشاه همیشه رنج بردن، همیشه رنج بردن. نمونش هم همین سدیه گذاشتم و نگاه کنه چقدر رنج بردن و چه کردن و بابا چی کردن. برفت سبت پادشاه خوب دیگه، تو قاجار هم پادشاه بود، پادشاه خوب زرنج بردن. آره صد در صد صد خوبی ها رو میگیم دیگه. اونایی که نکرد، اونایی هم که بد بودن بد بردن ها، نه اینکه گمان بکنه اونا بد، همیشه ترسیدن و بعد مندلیش ها ببین چیکار کردیم. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج او ماند از او یادگار. این روزگار رو بهش سر آمد. چرا میگیم روزگار؟ چون روزاش سر گذشته. چرا میگیم روزگار خوش؟ همون روزگار یعنی این روز که میچرخه، یعنی شبانه روز. برفت و سر آمد بر او روز شب، همون شد دیگه، روزگار سر آمد، همه رنج او ماند از او یادگار. خب اینک یک چیز در خوری دیگه نزدیک، آره دیگه من به خوبی اینو میتونم براتون بگم. برفت ما جان جهانا، که سیدی یه جایی اومده گفته خدای جهانا، ما پرون چو خواهی درود، این درود نیستا، درود درویدن، درو کردن، درست از درو کردن میاد که گندم رو درو میکنن یا سبز درو. جهانا ما پرور چو خواهی درود. اینک همینو من براتون از شعر خیام میارم که از اینجا برداشت کرده. جهانا ما پرور چو خواهی درود، چو می بدروی، چو میخوای درو کنی، چو می بدروی پروریدن چه سود، چه سودی میبری که این کارو میکنی. اینا جهانا روزگار، خدایا ای همه چیز، براری یکی را به چرخ پلند، به چرخ بلند سپاریش ناگه به خاک نژن، یا براری یکی را به چرخ بلند سپاریش ناگه به خاک نژن. این سخن فردوسی هر دو. حالا من نمونه اینو از خیام براتون میارم. میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر زمین بر جبین میزندش. من اینجا نوشتم زمین میزندش. این کوزیگر در چون این جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. یه کار بدی کرده، یقیه کوزیگر رو گرفته. اینم جبین من درست کنم که یادم نره بره یه جایی. خب یا این که باز از خیام میخونم، از آمدنم نبود گردون راسود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهره چه بود. خب مانده نباشی، ما یک ساعت و 20 دقیقه رفتیم، یه گفتگوی شما بکنیم، من هنجرم باز بشه، گلوگان باز بشه. او بانو تارا و جناب مزده اومدن که دلتنگشون بودیم ما. جناب من از اول بودم، قبل نیم ساعت قبل از شما، من ساعت 5 شما اومدم. زنده شما رو دیدم، سارا بانو، تارا بانو رو گفتم. آها تارا و سارا شده. آره آره دیگه. آره. خب اجازه هست استاد؟ بفرمایید. صد آقای افشین بفرمایید. میریم سراغ پرسش ها. دوستان هر کدوم بله پرسشی دارن؟ خب هر کسی که پرسشی داره یک شماره یک بزنه. عدد هم واژه تازی هستش دیگه، بهتره بگیم شماره. یک شماره یک بزنه. من حالا پرسش های خودم رو میکنم تا دوستان شماره هاشون رو بزنن. من همه پرسشامو نوشتم، نمیدونم چطور نمیبینین شما اینا رو. راست میگه ندیدیم، نه آخه تو هنوز نرسیدیم. راست میگه پس نوشته آقای افشین، یکی یکی بخونید. بسیار خوش آمدن بگیم به بارو تانا و دیگر بانوان و آقایان، بانو آذر، بسیار خوش آمدید. خب پرسشا رو کجا نوشتن؟ تو بخش همگانی نوشتن. درود و شاد باش استاد جان خطیبی نوش. انتقاد همان خودی. خب اینا که رفتن نوشتن پس هم خب جناب بگم موبدان را لذیذ، اینو که پاسخ دادن جناب مهندس مقدس. من پاسخ رو متوجه نشدم. چرا؟ ببین لشکر رو بردارم موبد، آخه من این موبد تو لشکره. آها نه 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 اینجوری نیست. موبدان رو سوای از لشکر خوانده، گرچه ما نمیدونیم چه بسا در اون زمان شاید در لشکر هم بوده، ولی به هر حال سوا میکنه. موبدان را سوای از لشکر میتونیم بخونیمش خان، ولی چه بسا که در لشکر هم بوده، چون ما
همه چیز رو با آنچه که امروز میبینیم برابری ندیم. در گذشته یادتون باشه در گذشته دین مداران همراه لشکر بودن، همشون، چون اینها با اون نیروهایی که داشتن یاری میدادن همواره. همین تو جنگ ایران و عراق هم شاید آخوند بود، پیش از اینم همواره ما سردوشی که میگرفتیم سوگند خوردیم و یه آخوند در لشکر بود، در پادگان ها بود. اینه که اونها رو ساخت و یه خوردم در این داستان آغاز میشه. در دوره جمشید راستش دوم آخوندها رو کوتاه میکنه، بهش میرسیم. پس آنگه کنم درگهی گرپای، پاسخ دادم یادتون هست یا دوباره بگم؟ من متوجه نشدم پاسخش. میگه من میام دنیا رو آرام بکنم، پس از این که آرام کردم میام یه درگهی درست میکنم که نمونم گفتم. شما نگاه کنید، حالا من نمیخوام بحث سیاسی بکنم یا نمونه سیاسی. محمد رضا شاه گفتش که من هنگام شاه رو تاج بذاری میکنم که کشورم همه چیزش درست شده باشه. و راستوسی هم کاری کرد، در دهه شاه گذاری کرد که ایران به جای شما. احمد شاه که نگاه کنید اینجوری نیست. ناصرالدین شاه میگه تا اومدن حتی بچه بودن تاج رو سرشون گذاشتن. این دقیقاً برداشت اینه و من گمان میکنم این برداشت از اینجا بوده که رضا شاه، محمد رضا شاه جوان که بود، یعنی محمد رضا جوان رو براش فرستاده بود هر شب شاهنامه میخوند و از تاریخ ایران میگفت که بیدار بشه، نه که بخوابه ها، نه که تو رخته ها بیدار شد. یه چیزی رو من عرض کنم، رضا شاه هم اگر همون آغاز کار تاج گذاری کرد، به خاطر اینکه او ایشون باید پایه گذاری یک سلسله جدید میکرد، کشور هم کرد، کشور هم کرده بود در اون هنگام، کشور هم کرده بود. حالا با خنیده ببینید، خنیده یعنی نامور، نامشو همه جا میشناخته، شناخته شده، مشهور. من خنیده رو از خانیده برمیارم، یعنی خانده شده، شناخته شده، شناخته شده، معنیش خلیده. خسته خانه بیمارستان، درست میگید جناب معنی. چون ایشون آقای مهران خان مقدس بسیار سفر داشتن، همسرشون هم بگه خواستن میگن از کجا، از آسیای میانه است، بسیار به اونجاها آشنا هستن، سمرقند و بخارا و تاشکند و این هم هست. آره مزدابانو، جناب مزدا و تارا بانوی و بسیار خوش آمد میگیم، امیدوارم خوب باشه. خب جناب مقدم هنوز یک زدن، او یکی بسیار خوش آمد. جناب مقدم یک اگر زدن که کم زدن، اگه بازم هست بگن که من پاسم. در مورد دیو، دیو سامیان همسایه ایران و بومیان فلات ایران پیش از آمدن ایرانی، درسته دیو داشتیم ما؟ نه سامیان نه، نمیتونیم بگیم ما، چون الان ما در هند داریم دیو. منظور من اینه یا برداشتم از اینجاست که نه دیو اینجوری نیست. منتها خود اینقدر این دیوان آدمای نیرومند و بدکاری بودن، هنگامی که تازیان دارن میان میگه اینا دیوان آمدن. و در نوشته های خود عرب ما داریم و اگر اشتباه نکنم خدایا در کدوم از نوشته های اسلامی ما داریم که ایرانی ها میگفتن دیوان آمد. علتش اینه که اینجا میگه که ما خوندن و نوشتن رو از دیوان یاد گرفتیم. خب اینو ببینید، دیوان سومریا بودن دیگه، این سامیان سومریا. نه این چیزه، این بررسی تاریخیه، این بررسی چیز افسانه شاهنامه ای نیست. ما این سومریا اینا هم که دارن میگن آموختن، من باور ندارم راستشو بخواید خودم، یعنی من باور ندارم که هندیا یعنی ایرانیایی که آریایانی که در هند و ایران بودن نمیتونستن بنویسن، یا چینیان نمیتونستن بنویسن و اونا. این نوشتاریه که دارن، من گمان میکنم غربیا دارن یه خورده با برداشتای خودشون یا با خواستای خودشون با ما کار میکنن، یه خورده نمیپردازن به این ور، نمیپردازن به ویژه اونجایی که برمیگرده به این مردمان سرزمین های نژاد آریایی، معنیست بیشتر، معنیست تا نژاد، مردمانی که در اینجا هم فرهنگ بودن و ما امروز بهشون میگیم شریف، آدم های راستگو درست کردن اینا. معنی این نیست که من آی من هیتلرم، من فلانم، همچی چیزی نیست. متأسفانه خوب دارم به کارم بر هیتلر اینو به کار برد و بعد شد. یه چیز دیگه هم که گفتن که این دیوا سیاه بودن، سیاه چرده بودن، این هم گفتن. باشد ما در هند هم سیاه چرده داریم. خب در هند دو بخشن دیگه، اصلشون اون بومی های هندن که
در ایران هم بودن این بومی ها، اینا همه سیاه بودن و از خود ما سندی هن، اینا سندی و هندی یکی دیگه، درسته؟ و وقت از شمال که اومدن آریایی ها، ایرانی ها، اینا کمی روشن‌تر بودن. من باور ندارم که اینا از شمال اومدن، من اینو ساخته میدونم راستش بخواید، برداشت خودم، یعنی من در همون کتاب پژوهشی در اوستا، همونی که شما میفرمایید بر برداشت اروپایی ها گفتم، امروز این باور ندارم، یعنی من اگه این کتاب دوباره چاپ کنم اون بخش عوض میشه. من هیچ باوری از شمال اومدن از آقای مقدم بر پایه کدوم سند ایشون میفرماین که بومیان ایران سیاه چرده بودن؟ چون انشانیان یا انزانیان که لورهای امروز هستن، اینا ایرانیان پیش از آریایی‌ها بودن و اتفاقا چه سبز و موبور بودن. والا انشان در حقیقت یه شهری در نزدیکای در استان فارس که اولین جای بود که ایرانیان در اونجا با اجازه ایلامیان سکنا گرفتن، چون اولین بار که راجع به قوم پارس صحبت میشه حدود 750 قبل از میلاد نزدیکای دریاچه ارومیه بوده که توی اسناد کلدانیا و آشوریا از ما نام بردن و اینا انقدر اونجا تحت فشار بودن از طرف سامی ها که بالاخره میرن با ایلامیا صحبت میکنن و اجازه میگیرن و کوچ میکنن میان انشان. و الان هم اگه شما برید تو موزه پارس ایران رو ببینید، میبینید که یک سری تندیس هایی هست که همشون سیاه چردن و ایلامی ها رو نشون میده. خب من درباره ایلامی ها بگم چردن. خب جناب مهندس ببینید مرحان، ما اونجایی که میگه شما انشان و امروزه بیشتر پیرامون مسیح سلیمان ایز مالی میره اینا میدونه، یعنی یه جایی بین مسیح سلیمان و فارس یه جایی اونجاها رو انشان میدونن که سپس میدونه که بیشتر مرکزم شوش و اونجا ما داریم میکنم مرکزم بروی اعلامیان که اعلامیه که ما میگیم ایلامی، اینها مردمانی بودن بسیار کهنه، اینه که اصلا هنگامی که اصلا میگن 4000 سال پیش ایلامی، اینا دست بیشتر از 7000 سال پیشینه ما سند داریم، در جیروف داریم، در زیگورات جیروف ما پیش از 7000 سال فرهنگ داریم. اینه که آریایان 4000 سال یک کسای دیگه بودن اومدن، من باور ندارم و نریم توی این بحث، من چون خیلی چیزه میتونیم یه روز بذاریم در این باره گفته کنیم. ایلامیان ما داریم، بازماندی ایلامیان رو داریم هنوز در ایران ما داریم، از این میومده از آنجایی که بخشی از ایران بوده همواره عراق که ایران بزرگ دیگه، این میاد دنبال میشده این پایین میومده میرفته تا حتی هند. ما دراویدیا و براهویا رو داریم، ما حدود 20000 اگر اشتباه نکنم دراویدی و براهوی در خود سیستم بلوچستان رو خودمون داریم. من با یکیشون داشتم، یکی باستان شناسم بود، پدرش دراویدیه مادرش براهویه و این بلوچی دارن و بلوچیشون هم دگرگونه. خب جناب افشین پرسش خودتون، دیو و دیوانه، دیو و دیوانه درسته، دیوانه، دیوانه، هند و آنه، دیوانه، آره مانند دیو آنه بفرق. یعنی چی قویده؟ همانند، مانند. خب من پرسش مردانه، زنانه، دخترانه، یعنی در اون رده چونم. بله من پرسش خودم بکنم، یه اینجا یه مصرعی میگه که همی به آسمان برکشیدند قوقا آها همون قوقا، ما قوقا رو بکنم بریم قو رو بکنم بریم. آها بعد یه جای دیگه بیاموزی از ما کت آید ببر، کت 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 آید ببر، کت آید حد که ات آه که ات داره. آها این پس چیزه، اوکی کوتاه شده است. خب من حالا چون تا پرسش دوستان من شماره یک بنام یکی سه دیوانه رو پاسخ دادم، خانم ایران دخت پاسخ دیوانه دادم. خب من پاسخ پس ادامه میدم تا ببینم که کسی اگه شماره یک بزنه من دیگه سکوت میکنم. یه دونه درباره این مسئله باره، یک بار دیگه تا توضیح میفرمایید باره. باره دو تا چم و مانا داره در فارسی، یکیش دیوار، یکیش اسب، هر دو را بکنم. اسب و اسب یکیه دیگه، لهراسبه، لهراسبه
یعنی لورس. خب زمانی که ما میگیم درباره، این چطور میشه؟ این اصلا درباره یه واژه است. آه یه واژه است. این اصلا فرق داره. درباره سوالی سره. درباره خب بعد یه موضوعی. خب ما توی حالا همون جوری که شما فرمودین منم خودم شدیداً دشواری دارم. درباره در پیوند هم شما میتونید بگید. درباره در پیوند هم میتونید. منم همونجور مانند شما با این الفبای ناکارآمد واقعا مشکل دارم، ولی به هر حال فعلا تا زمانی که این رو ما داریم استفاده میکنیم بهتره که درستر استفاده کنیم. مثلا الان تهمورس که اینجا با تری دسته دا نوشته، این اصلا تا یک حرف عربی است و ما تو فارسی نداریم، تلفظش رو نداریم، بنابراین فکر کنم درستش اینه که ما با تری دو نقطه بنویسیم. درسته؟ تا میشه فا. اون تا میشه فا. ما نداریم. ما نداریم. بله. این یه موضوع هم این که بعد یه موضوعی هم که من یه بارم عرض کردم خدمتتون، خب ما تهاجمی که از زبان عربی به زبان فارسی شد تنها واژه ها نبود، بلکه دستور زبان و حتی در مرحله سوم نگارش هم تهاجم شدیم. یک مسئله که شما فرمودین توی چاپ ها میزنن مثلا برنج، بعد نوشته برنج، این برنج هم دوباره یکی از همون تهاجم هاست. یعنی تو عربی هم ما میاییم ب رو میچسبونیم به اسم، ب رو میچسبونیم به اسم و یک واژه ازش در میاریم. نفارسی نمیچسبونیم با دقیقاً. ما در فارسی اینو نمیچسبونیم، ما باید جدا باشه. ب رو به فن میچسبونیم. دقیقاً. اینم که ب رو به رنج چسبوندن، این خودش یکی از تهاجم های نگارشی عربی است. بله. حالا درباره این پینگلیش و اوستایی هم منم دوستان ببینم پرسشی دارن. من یه چیزی بهتون بگم، با کوشش کنیم واژه هایی که داریم به کار ببریم. اون بارم من یادآور شدم شاید ما بیهوده رو به کار میبریم، هوده رو به کار نمیبریم، میگیم نتیجه. بله بله. اگه ما هر هفته یه واژه رو اینجوری به کار ببریم روون میشه. یه زمانی هنگامی که میگفتن درود همه شگفت انگیز بود براشون که ما در شاهنامه بسیار درود داریم. آقای جنیدی من دم دلیجه گفته بود که نخستین بار من به کار شدم. من گمان میکنم در دوره تازه آقای جنیدی منظورش بوده، در دوره تازه و شاید درست بگه ها، چون اصلا خود واژه مردم، من یادم 15 20 سالش یا میگفتن لغت یا میگفتن کلمه. خوشبختانه الان لغت دیگه به کار نمیره. درست. کلمه کم به کار میره ولی واژه خیلی جا افتاده. درست. آقای مقدم پرسشی دارم بفرمایید. مقدس عذر میخوام پوزش پنتا. اگرم دوست داشته باشین میتونین بفرمایین ورجاور. بله بله. ببینین ان شاء الله یا به امید خدا یه روزی برگردیم راجبه همون بحث تاریخی اینا صحبت کنیم که من خیلی حیفم میاد که پاسخ آقای یه بار برنامه میذاریم، زمینش آرکیولوژی یعنی چی بهش میگم باستانشناسی اینا. بله اینا تحقیق شده و من خودم 100% معتقدم که زمانی که اومدن و راهی که اومدن به ایران همه اینا رو من یه سری اطلاعات دارم، ولی الان یه دونه به اصطلاح چیز بود که در مورد اسب گفتین، گشتاسب و این حرفا. بله. یه آقایی هم بودن به اسم صداسب. صداسب یعنی کسی که 100 تا اسب داشته که اینو در زمان هخامنشیان میفرستن بره دنیا رو با کشتی همراه فنیقیا پیدا کنه، میره از تنگه جبل طارق هم رد میشه، میره به غرب آفریقا تا اینجایی که میرسه به کوتوله های غرب آفریقا، بار قطع میشه و بر میگرده. این شخص به اصطلاح تنبیهش این بوده که این کار بکنه. من این گفتم یه چیز تاریخی بگم، ولی زنده باشید. در مورد پرسش شما چندین بار اینو توضیح دادین که هنر نزد ایرانیان و بس، من اینو باز متوجه نشدم. این بار دیگه لطفا. ببینید باش خواهش کنم. ببینید هر سرودی هر شعری خواستید معنی بکنی معمولی بنویسیدش، به نصب بنویسیدش که آدم گیر نکنه. ببینید من نمونه هم آوردم، باز من همون نمونه رو بیارم. شما من خواهش ازتون میکنم در گوگل بزنید هنر نیز زیرانیان است و بس مازیار قویده. یک نوشتار بلندیه این که من شاید خود 50-60 تا نمونه سرودی رو بردم در اونجا. ببینید من گفتم نمونهش این بود که رستم به اسفندیار چنین گفت، رستم به پیوند این فاعل، اسفندیار مفعول،
یعنی این کنشگر، کنشگیر، چنین اون حالت فعلیشه، حالت کنشیشه، چنین گفت، اینجوری گفت. حالا دنبالش میگه چنین گفت رستم به اسفندیار. حالا اگر شما معمولی بخواهم میگید رستم به اسفندیار چنین گفت، این چنین گفت ور میداریم از این ترین دوتا رو میبریم بالا. باز رستم به اسفندیار چنین گفت، رستم به اسفندیار چنین گفت، از این بر که میخونه میشه چنین گفت رستم به اسفندیار، آهنگ پیدا میکنه. در کار سرود این آهنگ رو درست میکنن. برای همینه راستش امروزه کسایی که خوب سرودهای آزاده اینو مینویسن شمارشون، نه اینکه همشون، شمارشون توان آهنگسازی ندارن در واژه‌ها. اینی که پشت سر هم مینویسن، من یادمه آقای مهران شما باید یادتون باشه، دوست دیگران جوانن، یادتونه در هنگامی که ما 15-16 سالمون بود یک چیزایی مینوشتن به نام قطعات ادبی عاشقانه، همین چیزایی که امروز به نام شعره مینوشتن متو کنار هم مینوشتن دنبال هم، این امروزه زیرش رو میذارن بعد خط میزنن، این فعل رو برداریم اونو برداریم میشه شعر، نه اینکه همچی کاری میکنن، یعنی انگار همچی کاری کردن. هنر نزد ایرانیان است و بس، بس یعنی بسنده بسیار، و بس هنر نزد ایرانی، درست این و بس رو ببریم بالا میشه و بسنده هنر نزد ایرانیان است، و تنها هنر یعنی که هیچ هنر دیگه کار دیگه بلد نیست و تنها هنر داره، چون اصلا معنی نمیده که هیچ که هنر نداره. و بس رو خواهش کنم شما بنویسید، قلم کاغذ همراهتون هست چرا مهران؟ همونی که نوشتید هنر نزد ایرانیان است و بس، و بس رو ببرید در آغاز بخونیدش. مشکل دوتا شد، حالا و بس یعنی چی؟ آها و که یعنی و، یعنی او، بس. بس یعنی بسنده و بسیار دیگه. شما هنگامی که مثلا حالا بچه بودیم خودمونو میگم، یا همسرمون یا ما داریم برای بچه‌مون می‌ریزیم، می‌ریزیم شیر، میگه بسمه، بس. امروز میگیم یه مش، میگیم کافیه، کافیه یعنی بسه، بسمه، بسنده است برای من. خود واژه بسنده، بسنده اون خود اصل واژه است، بس از بسنده میاد، بسیارم بسی میاد، اینم هست. پس یعنی پس میشه نزد ایرانیان هنر بسیار است. آفرین، و بسیار نه وان داره، او بسیاری هنر نزد ایرانیان است، یعنی اینا که بهت گفتم. میدونید شما اگه نمیدونید این در کجا اومده، من بهتون بگم اصلا در کجاست که شما اون چیزشو پیدا کنید. پیشنهاد میکنم البته اینو برید بخونید. ببینید جنگ بهرام با خاقان شیره، اون داره کوری میخونه و این رفته اونجا و بازگشته و دختر برای نمونه پادشاه هندو مثلا گرفته، اون براش می نویسه آها تو خیلی خوبه، تو الان آدم بزرگ شدی، یک کسی که زیر نظر ماست دخترشو داده به تو، مادت تخت نرد که کوری می خونن. ما که شاه جهانیم، برای نمونه یکی از کسایی که ماست دخترشو به تو داد، تو سرت به آسمان رسیده. این میگه تو کی هستی؟ اون کسی که سرش به آسمانه پادشاه ایرانه، تو کی هستی؟ چرا؟ اینم سخنی داره، چون هنگامی که فریدون جهان رو بخش میکنه، که جهانی که در دستش سه بخشش میکنه، ترکان و چین رو میده دست تور، میشه تور آن، آن تور. هنگامی که من اینو نخستین بار دست 12 سال پیش کشتم تو، سپس یه خود براشون شگفت انگیز بود، تور آن، ایر آن، آن ایر آن، از آن ایر، تور آن. خب پس اینی که بخش کرد ترکان و چین رو داد بود، پس ترکان و چین زیر دست ایرانیان بوده. حالا شاید نه اون چین بزرگ، به هر اون جایی که چین میشناختن بخشش بوده. این استش که اونها میگه تو کی هستی، و در اون کرکره خونه است، خونیه، نامه که مینویسه اینم میگه هنر نزد ایرانیان است، و بس هنر نزد ایرانیان، نگیرن کوژ ژیان را بخست، یا شیر ژیان را بخست. ما شیر ژیانیم، تو که با یه خار که نمیشه شیر بگیره. این کریخونی پای تخت نرده.